شمار از مدافعان حقوق زنان و فعالان مدنی اینجا در کابل گرد آمده و خواستار حفظ جایگاهشان در نظام آینده شدند. این زنان میگویند که طالبان از حضور آنان در نظام نباید حراست داشته باشند، بل موجودیت این قش سبب پیشرفت اقتصاد خانواده ها و جامعه می شود. آنان با انتقاد از عملکرد طالبان میگویند که در بیشتر نشست های سرنوشت ساز به زنان اجازه حضور داده نمی شود. تصمیم گیری ها در سطح رهبری گرفته میشه، جلسات در سطح رهبری گرفته میشه ولی یک زن حضور نداره. ادارات سرپرست مشخص میشه ولی زن نیست. تصمیم گیری در رابطه با ادامه و آینده یک اداره، یک ارگان، یک نهاد دولتی گرفته میشه ولی زن حضور نداره. ما حق قانونی خود را میخواهیم. هیچ چیز دیگری خارج از قاعده شرع اسلام نمیخواهیم. ما میخواهیم که با آرامش تمام در امنیت تمام سر کار بریم. ما میخواهیم در سطوح بالاتر باشیم. شمار از این مدافعان و فعالان مدنی نگرانی می کنند که طالبان منتظر بر رسمیت شناخته شدن آنان از سوی جامعه جهانی هستند که پس از آن برخوردشان را با مردم تغییر خواهد داد، هرچند که طالبان هم همواره گفتند که به جایگاه زنان احترام دارند. اینا فقط منتظر هستند که مشروعیت ببخشند به حکومتشان از طرف جامعه جهانی و از طرف ابرقدرت‌های جهان. بعد از مشروعیت بخشیدنی که با مردم رفتار سال 1996 نکنند هیچ تضمین وجود ندارد. ما زنان افغانستان امروز گرد هم آمدیم تا برای حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان دادخواهی نماییم و صدای رسای زنان باشیم. ما از جامعه جهانی و حکومت جدید می‌خواهیم که به حقوق اساسی و اجتماعی زنان احترام قائل شده. پیشتر نیز شمار از زنان در حرات دست به تظاهرات زده بودند و خواستار حفظ جایگاه و حقوقشان در نظام آینده شده بودند.